حسن کلید. حسن کلید اول اومد یه ذره گریه کرد و اینها که بله در این 3 سال پوست ما رو کند این ترامپ. گوش کنید. بسیار سخت بگذارندیم. مردم عزیز ما بدونن در این 3 سال سختی که بر این دولت وارد شد و بر این مردم وارد شد در تاریخ ایران من لااقل نظیرش سراغ ندارم. سختی که به آخوند وارد شده در تاریخ نظیر نداره. بعد اینا الان بایدن پیروز شد، تا دیروز میگفتن بایدن ترامپ و بایدن هیچ فرقی برا ما نداره، دوتاشون یکی هستن، ما باید داخل رو داشته باشیم و از این چرت و پرت. الان زبون باز کردن. سختی که به ما وارد کرد ترامپ به جمهوری اسلامی رو داره میگه ها، نظیر نداشته تو این 40 سال. یعنی حتی از جنگ هم براشون بدتر بوده، جنگ ایران و عراق. خب من میدونستم، ما بارها گفتیم، ما بارها به شما گفتیم، هموطن هموطن، پرزیدنت ترامپ گردن اینها رو گرفته. دوتا خود ریق و پندار خود عقل کل، نه اینها فرقی ندارن، ما باید روی پای خودمون بایستیم. انگار تا حالا مثلا ما رو دست خودمون ایستاده بودیم، میگفتیم بابا ما برای عبور از آخون نیاز داریم که دست هایی که پشت آخون هست رو کنار بزنیم. آخون دست پشتشه، دست اتحادیه اروپا، دست حزب دموکرات، دست هیلاری کلینتون، باراک اوباما، آنگلا مرکل، مکرون، نمیدونم ملکه انگلستان، از همه مهمتر روسیه و چین هم که دیگه اصلا نیاز نداره که ما بگیم. دست اینا پشت آخونده. شما چقدر میخواید بچه های مردم رو هی بفرستید جلو گوله، هی بفرستید اونجا کشته بشن، هی رو شروع کنید خبر زدن این رو کشتن اون رو کشتن، هی گفتیم نیاز هست که یک مرد بلند شه اینها رو جارو کنه، که وقتی مردم در قیام بزرگ که وعده داده ایم اون قیام شکل خواهد گرفت به خیابون ها اومدن، در یک حرکت کار رو تموم کنن، این همه کشته ندن، این همه هزینه ندن، این همه خانواده رو داغدار نکنند. بله مردم باید به خیابون بیان، ولی کی؟ زمانی که این دست ها برداشته بشه. اینها رو میگفتیم این عقل کل پندارهای مقیم تپه های نمیدونم لس آنجلس و مقیم سوسیال بگیران اروپا و کسانی که دنبال تکه استخوانی هست، نه مردم ما باید روی پای خودشون بایستن، کما این که الان روی دست خودشون ایستادن. یعنی مسخره بازی تا اینجا. حاضرن مردم برن کشته بشن، نابود بشن، هر چیزی بشن، اینا فقط حرف خودشون، حرف مفت خودشون رو بزنن. حالا دیدید که حسن کلید داره به زبان خودش اعتراف میکنه، اعتراف میکنه که بیشترین سختی رو همین 3 سال به جمهوری اسلامی وارد کرده پرزیدنت ترامپ. گوش کنید. حالا ما همیشه فشار بوده، همیشه تحریم بوده، اما جنگ اقتصادی اونم شما ببینید در شرایط کرونا، در شرایطی که مردم ما نیاز به دارو داشتن، نیاز حرومزاده دارو رو که همین 2 هفته پیش دوتا چندین تن قاچاق کردن از ایران به عراق، به دارون احتیاج داشتن در کرونا، سری مایه گذاشتن از این، مایه گذاشتن از اون، هی گریه کردن، هی ناله کردن، به امکانات بهداشتی داشتن. این آقایی که در کاخ سفید بود، آقایی که در کاخ سفید بود دیگه نیست، خیالش جمع شده، زبونش باز شده، تخم کفتر خورد. شما ببینید بیرحمانه حتی در دوران کرونا تحریم ها رو تشدید کرد، جنگ رو تشدید کرد. آره باید رو شما حرومزاده آخون، شما مگه به کی رحم کردید؟ شما مگه رحمی هم داشتید؟ پول مردم رو دزدیدید، هر کس هم اعتراض کرد مثل زنده یاد نوید افکاری به دارش کشیدید، برادرهاش رو زندان کردید. الان یه مدت خب تمرکزمون رو انتخابات امریکاست، ولی میرسیم، حسابرسی داریم، هنوز نویدهای افکاری، پویاهای بختیاری، اینهایی رو که کشتید انتقام میگیریم. تموم که نشده، صبر کنید. اینا به هیچ اصولی پایبند نبودن، نه به اصول انسانی، نه به اصول زر نزن. آخه تو انسانی که به اصول انسانی صحبت کنن، به هیچ اصولی پایبند نبودن، نه به اصول انسانی. آخوند خودش رو انسان حساب کرده، بویی از انسانیت نبردن، خودشون رو انسان هم حساب میکنن.
اصول انسانی پایبند نبودن. این هست دوستان، این هست که میگوییم چرا پشت پرزیدنت ترامپ بودیم و میدونستیم که پوست اینها رو میکنه و خواهد کند. اینایی که فکر میکنن تموم شد و رفت و دیگه، آن کسی که در کاخ سفید بود در کاخ سفید بود تازه شروع شده، تازه اربابان اصلیتون، شما که نوکرید، اربابان اصلی رو میخوان به سیخ بکشن. صبر کنید، صبر کنید و ببینید.